سی شهریور ماه 1400 منابع مطلع در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران از مرگ مشکوک شاهین ناصری از شاهدان شکنجه نوید افکاری در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ خبر دادند برادر وی مرگ وی را تایید کرد و گفت هنوز مسئولان با ما تماس نگرفتند بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران منابع مطلع از مرگ شاهین ناصری زندانی جرایم غیر سیاسی زندان تهران بزرگ که از چندی پیش به سلول انفرادی منتقل شده بود خبر دادند شاهین ناصری پس از اینکه در خصوص شکنجه نوید افکاری شهادت داده بود به زندان تهران بزرگ تبعید شد و از مدتی پیش در سلول انفرادی به سر می برد برادر شاهین ناصری در گفتگو با سازمان حقوق بشر ایران گفت دوستانش خبر کشته شدن وی در سلول انفرادی را به ما دادند ولی هنوز هیچ مسئولی با ما تماس نگرفته است یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت من جسد شاهین ناصری را در بهداری زندان دیدم وی بارها در خصوص شکنجه شدن نوید افکاری و اعتراف اجباری وی اطلاع رسانی کرده بود درباره اینکه شاهد شکنجه نوید افکاری بود و بارها به همین دلیل به سلول انفرادی منتقل شده بود چندی پیش که مصادف با سالگرد اعدام نوید افکاری بود وی را از بند به مکان نامعلومی منتقل کردند و ما فکر می کردیم که به بند 209 اوین منتقل شده ولی امروز فهمیدیم که در سلول های انفرادی زندان تهران بزرگ بوده تا از تماس تلفنی محروم باشد و نتواند با خبرگزاری ها مصاحبه کند. وی در بخشی از سخنانش گفت احتمال دارد سازمان زندان ها بخواهد مرگ وی را خودکشی اعلام کند. ولی آقای ناصری نه فرد افسردهی بود و نه فردی که مشکل روحی داشته باشد که بخواهد خودکشی کند. زن و بچه دار بود و به آیندش امیدوار بود هیچ بیماری خاصی هم نداشت که بخواهد به خاطر بیماری فوت کند شهریور سال 1399 که نوید افکاری در زندان آدلاباد شیراز اعدام و گزارشات مختلفی از شکنجه او برای اخص اعتراف اجباری منتشر شد قوه قضایی ایران تأکید داشت وی شکنجه نشده و در شرایط عادی اعتراف کرده است. در همین زمان صدای شاهین ناصری که آن زمان مشغول گذراندن دوره محکومیت خود برای جرایم غیر سیاسی در شیراز بوده پخش شد که به عنوان شاهد شکنجه نوید افکاری این ادعا را تکذیب می کرد. شاهین ناصری که کارشناس بازرگانی بود در برگی تحقیق از شاهد جزئیات روزی را توصیف کرده که نوید افکاری را در شیراز هنگام شکنجه دیده است بر اساس این چهار ورق شهادتنامه شاهین ناصری میگوید هنگامی که در اداره آگاهی شیراز بوده صدای فریاد نوید افکاری را شنیده و صحنه کتک خوردن او به دست دو مامور لباس شخصی را به چشم دیده است آقایی که بالای سر نوید بود میگفت هرچه من میگویم درست است و اسم او را نمیدانم و فکر کنم فردی چشم رنگی با صورت سرخ و سفید و با سرشانه های پر و موهایی که فکر کنم کاشته بود و یا رو به بالا شانه کرده بود و دست نوید روی سرش بود او چهار تا ضربه به دست نوید کوبید و فهاش ناموسی کرد و با فوش ناموسی میگفت اینکه این که من میگویم درست است نوید به بغل روی زمین خوابیده بود و دستش روی سرش بود و التماس میکرد که کتکش نزند بعد که وارد بازداشتگاه آمدیم نوید را دیدم و دستش باد کرده بود و داغان شده بود نوید گفت سروان عباسی دست من را شکست است من تقریبا دو ماهی که در آگاهی بودم شاهد زجر و ناراحتی نوید بابت شکستگی دست وی بودم علاوه بر اینکه خودم ضربه به دست او را دیدم وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنرانی ویدیویی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مبنا بیشتر عمل است تا حرف رئیسی که پیروز انتخابات تحریم شده ریاست جمهوری ایران معرفی شده در نخستین سخنرانی در مجمع عمومی سیاست های آمریکا را به باد انتقاد گرفت با لحنی تند از بیاعتمادی به ایالات متحده گفت و بار دیگر بر لزوم لغو تحریم ها تاکید کرد با این حال وزارت امور خارجه آمریکا به طور تلویحی اعلام کرده که این سخنرانی را جدی نمیگیرد و به جای آن روی موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی متمرکز است سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در آستانه سخنرانی رئیسی در روز سهشنبه از بازگشت به مذاکرات احیای برجام در وین در هفتههای آینده خبر داده بود وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که به دنبال اثرگیری مذاکرات احیای برجام با ایران در نزدیکترین زمان ممکن است اقدامی که به گفته ای آمریکا به نفع دو طرف است و میتوان از طریق آن برنامه های هسته ای ایران را زیر نظر داشت وزارت امور خارجه اسرائیل روز سهشنبه به سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داده و گفته است حکومت جمهوری اسلامی خطری آشکار و فوری برای صلح در خاورمیانه است در بیانیه ی وزارت امور خارجه اسرائیل آمده است دولت جدید در ایران به ریاست رئیسی و اکثر وزرای آن چهره افراطی حکومتی هستند که بیش از چهل سال است که به شهروندان ایرانی لطمه زده به تشویق و تأمین مالی تروریسم پرداخته و تمامی منطقه خاورمیانه را بیثبات کرده است این وزارتخانه تصریح کرده ابراهیم رئیسی همچنان با سخنرانی پر از دروغ و بدبینی خود به فریب جامعه بین‌الملل ادامه می‌دهد. جامعه بین‌المللی میبایست حکومت ایران را محکوم کند و مانع دستجویی این افراد گرایان به توانایی ای شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در 78 هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود جمهوری اسلامی به آمریکا اطمینان ندارد او همچنین اسرائیل را سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی خواند و گفت که طرح معامله قرن نیز مانند سایر طرحهای تحمیلی قبلی شکست خورد ابراهیم رئیسی در ادامه تاکید کرد که سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد رئیس جمهوری ایران همچنین گفته بود سیاست خروج خودسرانه از برجام و فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا علیه ایران به طور کامل شکست خورده اما سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است همزمان با برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شماری از مخالفان از جمهوری اسلامی با تجمع اعتراضی خود در مقابل مقر این نهاد در نیویورک از جامعه جهانی خواستند به موضوع حقوق بشر توجه کرده و به نقش ابراهیم رئیسی در جریان ادام های دست جمعی زندانیان در سال 1367 رسیدگی کنند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.